واژگون شدن موتر حامل پناهجویان افغان در ایران یک کشته و 25 زخمی بر جا گذاشت. تلاش برای آدمربایی یک بزرگ قومی در هرات به قتل رسید. محفل فراغت از مدرسه جهادی طالبان در خوست. طالبان جاده‌های شهر را برای رفت آمد بستند و جنگ از درون کانال قوش‌تپه شروع شد. مشروع خبرها. منابع محلی میگویند که در پی واژگون شدن موتر حامل پناهجویان افغان در ایران یک تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شده. از منابع میگویند که این پناهجویان به گونه قاچاق به ایران میرفتند و روز یکشنبه 8 دل و در شهر سراوان ولایت سیستان و بلوچستان این کشور واژگون شده. از بگفته منابع وضعیت شمار زیاد از زخمیان رویداد وخیم است. این رویداد ناشی از واژگون شدن یک موتر نو تویوتا بوده است. این در حالی است که چند روز پیش نیز در پی واژگون شدن موتر حامل پناهجویان افغان در سیستان و بلوچستان دو تن جان باخته و عدد تن دیگر زخمی شدند. تلاش برای آدمربایی یک بزرگ قومی در هرات به قتل رسید. منابع محلی در هرات میگویند که آدمرباییان در این ولایت یک بزرگ قومی را به قتل رساندند. منابع تایید میکنند که آدمربایان صبح روز یکشنبه پس از آن که موفق برای بودن یک بزرگ قومی نشدند، او را در مربوطات روزنک ولسوالی غوریان به قتل رساندند. با گفته منابع این بزرگ قومی به نام ارباب عبدالسلام حدود 50 سال سن داشت. آدم ربایان پس از قتل این بزرگ قومی از ساحه فرار کرده است. طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. محفل فراغت از مدرسه جهادی طالبان در خوست. طالبان جاده های شهر را برای رفت آمد بستند. منابع محلی در خوست میگویند که طالبان برای برگزاری محفل فراغت دانش آموزان از یک مدرسه جهادی این گروه بیشتر جاده های مرکز این ولایت را برای رفت آمد بسته کردند. منابع تایید میکنند که از صبح روز یکشنبه به این سو تمام جاده های منتهی به مرکز شهر خوست از سوی طالبان بسته شدند. افزون بر این طالبان دکان های اطراف استادیوم فوتبال مهر برگزاری محفل را نیز بسته کردند. با این حال شمار از باشندگان ولایت خوست این اقدام طالبان را زورگویی عنوان کرده و می‌افزایند که آنان با مشکلات جدی مواجه شدند. باشندگان خوست میگویند که حتی بیماران از صبح تا اکنون به دلیل بسته بودن راه‌های مرکز صحی در رابندان گیر ماندند. همچنان شمار از دانش آموزان مکاتب خصوصی و مرکزهای آموزشی در مرکز خوست امروز نتوانستند که به صنف‌هایشان حاضر شوند. طالبان در حال راه‌اندازی جنگ آب در منطقه است. بختیار ارگاشوف مدیر مرکز تحقیقاتی مانو در ازبکستان میگوید طالبان به دنبال راه‌اندازی جنگ آب در منطقه است. آقای ارگاشوف به ساخت کانال قوش‌تپه در شمال افغانستان اشاره کرد و گفت آب در حال تبدیل شدن به ابزار ژئوپلیتیک و چانه‌زنی در منطقه است. این پژوهشگر ازبکستانی در گفتگو با خبرگزاری پادروبنا گفت ساخت کانال انتقال آب قوش‌تپه و اظهارات دیگر در مورد آب هم ابزار ژئوپلیتیک آبی است که از سوی طالبان دنبال می شود. با این حال آقای ارگاشوف معتقد است که افغانستان در حال حاضر با پرسش‌های زیاد در پیوند به مسئله آب مواجه است. او یادآور شد که افغانستان در مورد مسائل آب با ایران هم در سر جریان رودخانه هیرمند تضادهای جدی دارد و به همین دلیل در بهار گذشته درگیری مصالحانه رخ داد. آقای ارگاشوف افزود این گروه در مورد رودخانه کنر در شرق افغانستان که از مرز پاکستان میگذرد نیز با مشکلات جدی مواجه است. مرکز تحقیقاتی مانو در ازبکستان گفت بنابراین مسائل زیاد در رابطه با تخصیص آب در یک منطقه بزرگ از جمله جنوب آسیا، خاورمیانه و آسیای مرکزی وجود دارد. این پژوهشگر در عین حال گفت این مسائل باعث نگرانی شدید کشورهای همسایه می شود که با مشارکت در چنین ژئوپلیتیک آبی با عناصر سیانمایی و به احترامی به منافع خود تمایل ندارند. طالبان در دو سال گذشته با صرف هزینه سنگین بر اجرای طرح کانال قوش‌تپه تمرکز کرده است. این کانال بخشی از آبخانه آمو را به سوی مناطق در شمال ولایت‌های بلخ و جوزجان و فاریاب هدایت می‌کند. ساخت کانال قوش‌تپه نگرانی‌های را نیز در میان مردم شمال افغانستان مبنی بر کوچ اجباری مردمان بومی و توزیع زمین‌های اطراف قوش‌تپه به وابستگان طالبان دامن زده است. رئیس جمهور ازبکستان چند پیش هشدار داد که طالبان در حال ساخت کانال انتقال آب قوش‌تپه است و این امر می‌تواند رژیم آب و تعادل را در آسیای میانه به طور اساسی تغییر دهد. شوکت میرزیایف در ماه سنبله در پنجمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای میانه در شهر دوشنبه گفت که در واقع یک مصرف کننده جدید ظاهر شده که هیچ تعهدی به کشورهای ما ندارد. بختیار اژگاشف میگوید طالبان جنگ دیگر را برای انداخته است. جنگ آب.
وزیر کابینه طالبان، مرز بین افغانستان و پاکستان یک خط فرضی است. خط دیورند در سال 1893 مرز میان افغانستان و هند بریتانیایی را مشخص کرد. نورالله نوری وزیر سرحدات اقوام و قبایل رژیم طالبان در سفر به گذرگاه مرزی ترخم مدعی شد که میان افغانستان و پاکستان هیچ مرز رسمی وجود ندارد و مرز کنونی یک خط فرضی است. در ویدئویی که از این مقام طالبان منتشر شد و میگوید این یک موضوع قدیمی است و پاسخ کامل در کوتاه مدت مشکل خواهد بود. در موضوع رفت آمد میان کشورهای همسایه ما نه مرز رسمی با آنها داریم و نه خودمان نقطه صفری با آنها داریم. این یک خط فرضی بین ما و آنهاست. او مدعی شد که به دلیل وجود این خط فرضی میان افغانستان و پاکستان که هزار چندگاه مشکلات ایجاد میکند. این عضو کابینه طالبان ادعا کرد که پس از پیروزی طالبان آنها به مشکلات مردم افغانستان توجه میکنند و در خط دیوان هم مشکلات وجود دارد. پیشتر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان گفته بود که تصمیم گیری درباره خط دیورن به عهده ساکنان دو طرف این خط مرزی است و رژیم طالبان نمیتواند در این باره تصمیم بگیرد. خط دیورن مناطق پشتونشین افغانستان و پاکستان را جدا کرده است و اکنون تعداد زیادی از پشتونها در پاکستان زندگی میکنند. هرچند مقامهای حکومت پیشین افغانستان از پذیرش خط دیورن به عنوان مرز رسمی امتناع کردند، برخی سیاستمداران پشتون پاکستان به صراحت اعلام کردند که با ایده‌های قوم‌های حکومت افغانستان مخالفند. خط دیورن در سال 1893 به عنوان مرز قلمرو افغانستان و هند بریتانیایی انتخاب شد و عبدالرحمن خان پادشاه وقت افغانستان با نماینده بریتانیا در این باره توافق امضا کرد. با این حال علاوه بر طالبان، حکومت‌های پیشین افغانستان هم از پذیرفتن خط دیورن به عنوان مرز با پاکستان سرباز می‌زدند و این خط مرزی مشترک با پاکستان را که حدود 2400 کیلومتر امتداد دارد به رسمیت نمی‌شناختند و مدعی بودند که مائده دیورن اعتبار ندارد. این در حالی است که پاکستان و جامعه جهانی خط دیورن را بین عنوان مرز بین‌المللی میان دو کشور به رسمیت شناختند. برخی تحلیلگران معتقدند که اظهار نظر مقام‌های حکومت‌های پیشین افغانستان و اینک طالبان در مورد نپذیرفتن خط مرزی دیورن عوام فریبی است و به قصد برانگیختن احساسات مردم و برای سرپوج گذاشتن بر مشکلات این حکومت‌ها انجام می‌شود. از زمان روی کار آمدن طالبان در سال 2021 پاکستان چندین بار گذرگاه‌های مرزی با افغانستان را مسدود کرده که باعث شده است خسارات هنگفته به تاجران افغانستان وارد شود. افزون بر این پاکستان گسترش حملات تروریستی و افزایش نامی‌ها در این کشور را به استقرار تروریست‌ها در افغانستان ربط می‌دهد. اسلام آباد از طالبان خواسته است جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی را از مناطق مرزی با این کشور دور کنند، اما طالبان تاکید میکند که از خاک افغانستان هیچ تهدید متوجه کشورهای دیگر نیست و آنها مسئول تامین امنیت پاکستان نیستند. بیش از یک سال است که TTP و گروههای متحد آن حملات در خاک پاکستان انجام میدن و حکومت پاکستان نیز به دلیل گرفتاری در بحران اقتصادی نتانسته است مناطق قبیله‌نشین این کشور را از نفوذ این گروه‌ها پاکسازی کند. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدئوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال را سابسکرایب نمایید.